Bismillahirrahmanirrahim. Ders خدا شروع میکنیم. امروز لکچر که ما شما باید بالا زو باز کنیم. یکی از لکچرهای نهایت مهم نتورک فاندامنتال یعنی از نتورک فاندامنتال بچی مانو ابتدای نتورک درست است که امروز ما شما را میخوانیم. در زمن امروز موضوعی که باید بخوانیم او به نام OSI مدل است. یکی از کانسپت های بسیار مهم و بسیار مشهور در نتورک. چرا مشهور است؟ سوال داری جیس. سوالی است که چرا مشهور است؟ ببینن پیش از اینکه شما یک سند و ریسیف انجام میتین یا در یک شبکه کار میکنین، مثال ما با جاوید یک دیتا را سند میکنم، درست است؟ ما با جاوید چی میکنم؟ یک دیتا را سند میکنم. زمانی که دیتا سند میشه از هفت تک از هفت طبقه میگذره. اینمی هفت طبقه را به نام OSI مدل یاد میکنم. هدف فهمیدین؟ پس مدل های نهایت مهم و مشهور و دلچسپ است که کارهای بسیار مهم انجام میده. این هفت طبقه که امروز ما شما میخوانیم هر هفتش که از عمل کرد یا وظیفه متفاوت به عهده داره. کیو ای افت کس یکیش به نام اپلیکیشن لیر، پریزنتیشن لیر، سیشن لیر، ترانسپورت لیر، نتورک لیر، دیتا لینک لیر و در آخرش کس فیزیکال لیر است. پس میریم شروع میکنیم بالای OSI مدل بحث میکنیم که خود OSI مدل چی است. سوال که برتان پیدا میشد سوال کنین بیغم خو، تا که بخاطر از اینکه ما باز برتان میگیم روز کسی که یاد نگرفت باز دیگه یاد گرفته نمیتونه، درست است؟ پس ما میگیم که لکچر نمبر 5 چیستنی نتورک است، 5 نتورک فاندامنتال. فاندامنتال خب ما در قسمت ببینن میگیم که why we study OSI model. چرا میخوانیم؟ اول سوالی که از ما میشه چرا این را میخوانیم؟ به خاطر کدام اهداف ما از استفاده میکنیم و چرا ما این را میخوانیم؟ اول سوالی که مثال ما و شما باید جواب بدیم سوالی است که اول اینیم پرسیده میشه که OSI model ما چرا میخوانیم؟ درست است؟ پس بسیار ساده میگیم. ببینین جوابش نهایت ساده است. سیمپل در قسمت نوشته میکنم که define how communication takes place on place. درست است؟ place به شکل نوشته میشه، کامپیوتر بیخی ضعیف است. place on a network. درست است؟ اینی چی شد؟ مفهومش شد. شما دری باسی رقم نوٹ میگیرین، تشریح میکنند که ارتباطات چی گونه در شبکه صورت میگیرد. درست است؟ ارتباطات چی گونه در شبکه صورت میگیرد. اینمی سوالی که مثال از پیش ما میشه چرا ما این را میخوانیم؟ بخاطر ازی میخوانیم که ازی بفهمین زمانی که ما دیتا را روان میکنیم اینمی دیتا با کدام شکل سند میشه. هدف فهمیدین؟ این ارتباطاتی که مثال در شبکه برقرار است اینی با کدام شکل است و با کدام شکل کار میکند، به خاطر گرفتن یا هم به خاطر فهمیدن به این موضوع ما از OSI مدل استفاده میکنیم یا هم میخوانیم میره. حالا فهمیدین یک موضوع. در قدم دوم که است یوزیجش چی است؟ ببینین بسیار ساده است. فور استپ بای استپ درست است؟ این استپ به شکل نوشته کنین استپ by step cheat troubleshooting troubleshooting. هدف ازی چی هست بچه ها؟ یعنی usageش که هست یا جای استعمالش که هست در قسمت نتورک چی میکنه؟ ما رو کمک میکنه که مشکلات نتورک یا مشکلاتی که در ارتباطات موجوده است رو ما پیدا کنیم و این رو حل کنیم. در قسمت بیان حل کردن مشکلات قدم به قدم از چی میکنیم استفاده میکنیم. step by step
قدم به قدم درست است. یعنی زمانی که ما یک دیتا روان میکنیم به کدام شکل میره، اگر مشکل است قدم به قدم، به خاطر از اینکه ما برتون گفتیم زمانی که یک دیتا رو سند میکنیم از 7 لیر میگذره باز دو سند میشنه، پس چی میکنه؟ در هر لیر چک میکنه که دیتا ما به کدام شکل ترانسفر میشه، انتقال میشه یا هم موو میشه. هدف فهمیدین این موضوع دیگه. و کسایی که کتابچه هایی داره نشته کنه، مشکل نیست. بعد از او موضوع سیومه که در چی بسیار مهم است، Guide for Network Protocol Development هدف از چی است؟ راهنمایی میکند که ما با کدام شکل یک شبکه را ایجاد کنیم. چی میکنه؟ گاید است راهنماست. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه ما یک شبکه را با کدام شکل چی کنیم؟ ایجاد کنیم. اینمی کار OSI مدل است، راهنما به خاطر ایجاد کردن نتورک. حالا فهمیدین؟ پس این موضوع دیگه خلاص شد. بعد از او موضوع بسیار مهمی که مثال دریجه شما باید این رو بفهمیم، for standardization یعنی standardization بچی موناست که products from multiple manufacturer درست است to interoperate. دست یه عجیب اصطلاحات دینو operate software and hardware ایلی ما کدام شکل میا این درست است. هدف یزی چی از بچا؟ ما در قسمت نشته کردیم که به خاطر استانداردسازی استفاده می شود. این استانداردسازی باز دیگه چی است؟ موضوع بسیار مهم است. درست است؟ اینمی استانداردسازی که است موضوع مهم است. ببینیم چرا به وجود آمد؟ به خاطر استانداردسازی استاندارد برقرار می کند، معیار قرار می دهد. معیار به این معنی است که ببینیم پیش از اینکه OSI مدل به میان میاد، در سال 1980 در بین اینترنت کس دیاکتیویشن با وجود میاد، اشتباه در نظر میگیره، غیر کنکشن میشه، شبکه ها چی میشه؟ قطع میشه، اینترنت قطع میشه. بخاطر از این زمانی که او قطع شد، یه خود سیسکو یا کمپانی های دیگه که مثال دیویس ها را اکسپورت میکرد یا صادر میکرد، در بین از یا ستندرد موجود نبود، معیار نبود. یکی یه رقم تولید میکرد بر دیویس کار میکرد، یکی با دیگر رقم تولید میکرد بر دیگر دیویس کار میکرد. این به این معنی است که مثال یه فلاش ها ببینین نوم دی چیه ده؟ احسان الله برای ما چی داد؟ اینی فلاش ها داد. درست است، اینی فلاش که ما از اول از چی کشیدم. اینی فلاش اگر آل بام ببرم در دسکتاپ وصل کنم خب معمولا کار میکنه، نه ما آل داری ورد را چی کردم ترانسپار کردم، نه لکچر های ورد را. اما زمانی که در دسکتاپ پارتیم در هر کمپیوتر دیگه ای را پارتیم میتونیم که او دیتا را بگیریم، اما وقت دی شکل نبود. این فلاش فقط در امی کمپیوتر کار میکرد، ستندرد موجود نبود. مثال راوترها ساخته میشد به شکل متفاوت، دیگر کمپانی به شکل متفاوت دیگر راوترها را می ساخت، سرورها متفاوت. درست است؟ یعنی می تمام ایتم هایی که صادر می شد جور می شد متفاوت بود، ستندرد هیچ نبود. در سال 1984 ستندرد خود کمپانی سیسکو یا ISO International Organization یا International Standardization Organization درست است؟ ایچی کت یک ستندرد برقرار ساخت، سیسکو کمپانیز خو که دیوائس های چی را برای ما چی میکنه، یعنی سروار را ببینن، سیسکو سروار و سیسکو سویچ یعنی میار برای ما چی میکنه، اکسپورت میکنه. پس یا چی کرد؟ یا ستندرد را برقرار میکرد. باز برتان میگم ستندرد، مثال یک تلفون هم مثال شما در نظر بگیرین، در یک تلفون هم سیم کارت عریبا کار میکنه فعلا، هم اتصالات هم روشن کار میکنه یا نه؟
وقت به چه شکل بود؟ وقت به این شکل بود که مثال عریبا کار میکرد او تلفون، اما زمانی که سلام منداختی کار نمیکرد. به خاطر چی؟ استاندارد موجود نبود نه؟ چنگا دیوایس هست؟ او بلکن ببینم بخاطر حل مشکلات بعضی میدیم ها که گفتی نه؟ بعض از پالیسی های دیگه است که مثال برشانه که یا قرارداد میکنه خود MTN یا خود کمپانی هایی که مثال انمی خدمات انجام میتن، باز بعضی میدیم ها را یا اکسپورت میکنه صادر میکنه که فقط سیمکارت خود از یاره بگیره دیگر نگیره نه؟ باز او پالیسی های خودشان است. اما در زمن آلی دیگه این مشکل چی شد؟ حل شد. این مشکل دیگه ترابل شد، این مشکل حل شد. حالا فهمیدین استاندارد برقرار شد. این به این معناست که ولی این فلش را بگیرم، من در هر کمپانی را یا در هر دیوایس من ایره چی کده میتونم؟ ایره رن کده میتونم. درست است نه؟ ایره من در هر کمپانی چی کده میتونم؟ رن کده میتونم. پس یکی از موضوعات بسیار مهمه با وجود آوردن OSI مدل چی است؟ استاندارد، یعنی معیار قرار دادن. هر کسی که دیوایس ها را اکسپورت میکنه اینی کوالیتی را باید داشته باشه. در اینی دیوایس ها باید رن شده بتونه. قابلیت اینی دیوایس ها باید داشته باشه. درست است؟ این استاندارد برقرار شد. یکی از موضوعات بسیار مهمه چی؟ اکسپورت کردن یا هم صادر کردن یا OSI مدل یا هم خود به وجود آوردن OSI مدل اینی بود. یک این موضوع حل شد. بعد از بچه ها ما در قسمت یک مثال خبرتان دادم، من بازم نوشته میکنم example flash USB flash. درست است؟ USB flash که است انمی رو که شما بفهمین، مثالش خبرتان گفتم، باز مشکلتان حل میشه. USB flash for any devices. درست است؟ for any devices این مثالش. OSI مدل کار کرد. حالا در هر دیوایس چی میشه؟ رن میشه. بعد از اون بچه ها ما زیاد از پروتکل بحث میکنیم نه؟ از چی بحث میکنیم؟ از پروتکل. خود پروتکل چی هست؟ ما در قسمت پیرا اکسپلین میکنم. خب. What is protocol? پروتکل چی است؟ پروتکل مین ما در قسمت نوشته میکنم set of rules using. درست است؟ using which communication takes place. درست است؟ ببینید شما ترجمه چه شکل میگیرین. مجموعه از قوانینی است که با استفاده از این قانون ارتباطات در شبکه صورت میگیرد. اینی را به نام اسکال چی؟ اسکال پروتکل. اسکالد پروتکل. مجموعه از قوانینی است که با استفاده از قوانین ارتباطات در شبکه چی میشه؟ صورت میگیرد. اینی را به نام پروتکل یاد میکنه. set of rules مجموعه از قوانینی است using which communication takes place is called rules. هدف فهمیدین؟ و موضوع دیگه که مثال famous protocols کدام است؟ آلدی ما گفتم یکی از او که است OSI مدل است. درست است؟ یکی از او من اما در قسمت نوشته میکنم که OSI مدل OSI مدل و دیگهش که است TCP IP. درست است؟ این دو مدل چی است؟ چی است؟ مطلب مشهور است. موضوع دیگه ای که OSI مدل stand for از چی گرفته شده؟ مشتق شده چی است؟ open system چی؟ enter
connection. Interconnection. یعنی مشتق شده از چند کلمه که در قسمت نوشته کردیم از این مشتق شده. چی؟ OSI model. و ای در برگرده چی هست؟ در برگرده هفت لیار است. It has seven layer. چند لیار داره؟ هفت لیار. اولش که از اپلیکیشن لیار. دیگه داریم در قسمت پریزنتیشن لیار. اپلیکیشن لیار، پریزنتیشن لیار. ای 7 لیار داریم، 7 لیار داریم. ادا فهمیدی؟ 7 لیار داریم. سومش که از سیژن لیار. چهارمش که از ترانسپورت لیار. ترانسپورت لیار به شکل. پنجمش که از نتورک لیار. ششمش که از دیتا لینک لیار. هفتمش که از فیزیکال لیار. درس امروز بسیار مهم است. کوشش کنین که کانسپت چولی را یاد بگیرین. ببینین اول از چی استفاده صحبت میکنیم؟ اپلیکیشن لیار. فرست وان اپلیکیشن لیار. خب اپلیکیشن لیار ببینین. اپلیکیشن لیار که مثال ما میگیم که اپلیکیشن لیار چی است؟ یا هم باز مشتق شده یا هم چهار عملی که در انجام میشه و درون باید ما نوشته کنیم. فرست وان اولش که است یا به شکل برتا نوشته کنیم. اولش که است DNS. DNS چی است؟ Domain Name System. Domain Name System and Use for change یا convert چی؟ change یا convert IP to name and vice versa. از vice versa. Vice versa. اینی شد چی؟ domain name service. آلی برتان میگم که هدف ازی چی است. خب در قدم دوم ما چی داشتیم؟ HTTP. ای از چی گرفته شده؟ Hyper Text Transfer Protocol. و ای بخاطر چی استفاده میشه؟ Use to transfer web pages from web server to computer. بعد از او در قدم سوم ما چی داریم؟ SMTP. SMTP یه چی داره؟ مشتق شده Simple Mails Transfer Protocol. به خاطر Use to Transfer Mails. خلاص به خاطر انتقال نمودن چی؟ Mails میشناسین؟ Electronic Mails ما شما خواندیم نه؟ میلز این در قسمت سیومی شد و چارمش last one FTP یا مشتق شده چی است؟ File Transfer Protocol. ای بخاطر چی استفاده میشد؟ Used to upload
and download. Upload and download is falamishat. خب اول ما گفتیم تعریف اپلیکیشن لیر چی است بچا؟ یعنی این هدف از این است که اپلیکیشن لیر امکان را نمودن اپلیکیشن ها را به یوزر مساعد می سازد. مثال بار اول که ایمیل میکنین، نه ایمیل که میکنین یا پرینتر را بار اول شما کنفیگور میکنین و یا هم وبسایت را باز میکنین، این کلش در کدام لیر میشه؟ در اپلیکیشن لیر. و یک موضوع دیگر هم توجه باشین که خود اپلیکیشن لیر که است نزدیکترین لیر به چی است؟ به یوزر است. اول لیر، نزدیکترین لیر و به خاطر چی استفاده می شود؟ به خاطر رن نمودن اپلیکیشن ها در این لیر. هدف فهمیدین؟ به خاطر رن نمودن چی اپلیکیشن ها از این لیر استفاده می کنیم. بعد از او ما گفتیم در لیر اول که از چهار موضوع است. یکی DNS Domain Name System، این ترانسلیتر کاری چی را میکنه؟ ترانسلیتر ترجمه را میکنه. IP را میشناسه نه؟ IP را به نیم تبدیل میکنه و نیم به IP. حالا فهمیدین؟ بعد از او در قدم دوم هایپر تکست ترانسفر پروتکل، اینی چی میکنه؟ به خاطر انتقال نمودن وب پیج از وب سرور تو کامپیوتر، از وب سرور بچی با کامپیوتر. بعد از او SMTP سیمپل میلز ترانسفر پروتکل، ای به خاطر ترانسفر کردن یا انتقال دادن چی میلز استفاده می شود. حالا فهمیدین؟ در لاست ون کیس FTP فایلز ترانسفر پروتکل کیس یوز تو اپلود اند دانلود، به خاطر اپلود و دانلود. چند مرحله در اپلیکیشن لیر با کار می شود؟ چهار مرحله درست است، یا چهار موضوعی که مثال در اینجا داریم فقط در اپلیکیشن لیر. بعد از اون ما پریزنتیشن لیار داریم، دیگه لیار داریم، سیشن لیار داریم. اما بین بچه ها بسیار برتان ساده کنم این موضوع را که خوبتر و بهتر یاد بگیرین. من یک مثال میتم در این مثال که از تمام مشکلاتتان حل میشه. درست است؟ شما فرض کنین کمپیوترم در کابل است و یک برادر دیگه ایم که از مثال در بلژیم است یا رفیقم در بلژیم است. درست است؟ ما میخوایم بر از او دیتا را روان کنم. زمانی که دیتا را روان میکنم یا سند ریسیو یعنی کایند اف دیتا، نه از چند لیر چی میشه بگذره و بعد از او میره؟ از هفت لیر نه گفتیم ما شما. اول از پریزنتیشن، زمانی که از پریزنتیشن میگذره، اول خود پریزنتیشن این چهار موضوع را میبینه، اول چی میکنه؟ ترانسلیت میکنه و بعد از او به پیجو، یعنی موضوعات از این فهمیدین که چهار موضوع نه. اگر به این چهار موضوع مثال کدام کمی کاستی بود از چهار موضوع را بالاش تطبیق میکنه. بعد از او اپلیکیشن لیر چی است؟ اپلیکیشن لیر به این معنی است که زمانی که ما این را ارسال میکنیم به خاطر اپلیکیشن لیر ما چی رقم گفتم میتونیم؟ گفتیم که نزدیکترین لیر به یوزر است و استارت از این میشه و دومانی که ما شما داری چی میکنیم؟ اپلیکیشن ها را رن میکنیم. شرزای میفهمی؟ غیر حاضری یکم نقص میکنه نه؟ درست است؟ اپلیکیشن لیر. دومان میریم بالای پریزنتیشن لیر. پریزنتیشن لیر چی میکنه؟ پیش از این که دیتا به او ارسال کنیم این فکر میکنه که یعنی دیتایی که برای او ارسال میکنیم اول باید محافظت از این انجام بتیم، امنیت از این بگیریم. چی را بگیریم؟ امنیت از این. امی دیتایی که ما ارسال میکنیم باید چی باشه؟ محافظ باشه، در حفظ باشه نه؟ امنیت از این باید گرفته شه. با کدام اشکال؟ به خاطر از این که در راه کدام مشکل برای از این جور نشه، در راه بالاش هکر کنم املا نکنه. اینی کاری چی هست؟ پریزنتیشن لیر. سیژن لیر چی میکنه؟ نمبر 3 سیژن لیر. سیژن لیر کارش اینی هست که دیالوگ و یا هم گفتگو میکنه که از طرف ما معلومات به این اشکال بر شما ارسال میشن. نفهمیدین؟ این گفتگو میکنه مثال که امرای ما یا از طرف ما که از بر شما به این اشکال دیتا رو چی میکنیم؟ ارسال میکنیم. ارسال نکردیم، ارسال میکنیم. نفر مقابل مثال ما گفتم که یک رفیقی ما یا برادر ما در بلژیم است، انمی دیتایی که میره به کامپیوتر دیگه در انمی سند ریسیو یا سند کردن می دیتا هفت لیر کار میشه. و از یک روز ویدیویش سر شما میبینم خب با کدام شکل ارسال میشه؟ مکمل ویدیوز در نتورک. درست است؟ how to data send یا چی رقم دیتا سند میشه from one PC to another.
from one devices یو فرام ون ډیوایس ټو انادر درست است. ما اینا ویدیو را برتان نشان میتم، بعد از او یعنی مشکلات تان تمامشان حل میشن. حالا فقط شما کارکرد لیر ها را بفهمین. سیشن چی میکنه؟ برشان میگه که دیتا را برتان ارسال میکنیم به یک کال. پرزنتیشن چی میگه؟ میگه پیش از اینکه ما دیتا را ارسال کنیم باید محافظت از این را بسنجیم. درست است. و اپلیکیشن لیر که است مثال داری چی میشه؟ اپلیکیشن ها را میشه. و نزدیکترین لیر بچی است؟ به یوزر است. بعد از او ترانسپورت لیر. ترانسپورت لیر کارش چی است که ارسال میکنه. چی میکنه؟ ارسال میکنه. زمانی که ارسال میکنه پس دو موضوع دیگه در اینجا است. چند موضوع؟ دو موضوع. تی سی پی اگر به این شکل ارسال میکنه، کار تی سی پی هم چی است؟ ارسال کردن است. اما زمانی که ارسال میکنه اگر دیتا به بلژیم رسید، به کابل معلومات میده که دیتا شما چی شد؟ سین شد، رسید یا سند شد. کله چې تاسو واتس اپ یا وایبر کې میسج کوئ چې کله هغه ته ورسیږي هلته بیلی کې سین در مسنجر هم کې مثال مسنجر نه مسنجر کې زمونه کې شما ارسال میکنئ در اخر نوشته میشه اونمو اکسک پوین معنی شما دیدین این موضوع را برتون خبر داد کی رسید یا نه. تی سی پی کار شمیست ترانسمیشن کنترل پروتوکول یکی از پروتوکول های بسیار مشهور است. ما وقت برتون نشته کلم نه اینه در قسمت فیموس 1 کجاست فیموس اینه در ایجاز داریم. خب پس اینی کار چی هست؟ تی سی پی است یعنی خبر برتان میتا. یکی دیگه که هست یو دی پی است. چی هست؟ یو دی پی. یو دی پی چی هست؟ چی گرفته شده؟ از یوزر دیتاگرام پروتوکول. یوزر دیتاگرام پروتوکول. اگر اینمی دیتا ایتان ارسال شد برتان خبر نمیتا، اگر ارسال نشد خبر نمیتا. اما تی سی پی چی میتا؟ خبر برتان میتا که ارسال شد یا نشد. اما یو دی پی کارا نمیکنه. بعد از او بچا بالای نتورک لیر باس میکنیم. هدف نتورک لیر در یه چیز هدف نتورک لیر که از پیش زمانی که مثال ما دیتا را سند میکنیم یک مهر تاپا باید داشته باشه نه؟ که مثال ما بر ازی لاجیکل آدرس باید داشته باشیم. مثال نوم ده صفی الله را ما با کف روان میکنم. من نمیگم که زمانی که به او رسیدی برش بگو که مثال مرا استاد شفیق روان کرده و اینی این خواست نام می نیست، من بدر می نیست، از آدرس اینی آمدیم راست راست میره بو میگه من خود مرا خود یک کس روان کرده، یک کس روان کرده. شما خودتان فکر کنین اشتباه نمیشه؟ نه ای باید از کدام آدرس بره برشان بگه که ما از این آدرس آمدیم. هدف رو میدین نتور لیر چی میکنه؟ برش آی پی آدرس میده مهر میلگانه که مثال یعنی لاجیکلی آدرس ماست که شما باید این رو بگیرین. یک موضوع بخاطر شناخت و بخاطر حفاظت. و دیتا لینک لیر که هست چی میکنه؟ میک آدرس ها بالایش هستن. یکی فیزیکال آدرس داریم یکی لاجیکال آدرس داریم. این فیزیکال آدرس هستن میکنه میک آدرس. درست هست؟ چرا این هر دویش مثال نتورک لیر بس نبود که آی پی آدرس اسائن میکرد؟ بس نبود بخاطر فارمور سیکیوریتی، بخاطر محافظت اضافه. درست هست؟ این میک آدرس هم بالایش چی میکنه؟ اسائن میکنه. اگر از یکی نشناختی از دیگهش بشناسی. حالا فهمیدین؟ پس به خاطر سکیوریتی اضافه از دیتا لینک لیر چی میکنیم؟ از استفاده میکنیم. دیگه فیزیکال لیر داریم. فیزیکال لیر بچه ها یک موضوع را شاید شما خوانده باشین، کسایی که بی سی اس میخوانه ببینین ما یکی باینری داشتیم، یکی دیسیمل داشتیم. کسی هست از چی؟ از بی سی اس؟ بی سی اس نتوکشتا؟ یکی دیسیمل داشتیم، یکی آکتل داشتیم، هم دسته او کنه، یکی هگزار دیسیمل. هست رو بگشوی؟ هگزار دیسیمل. درست است؟ کار خود فیزیکال لیر که است؟ اینی باینری سیستم که است؟ امی فهمین کدام سیستم است؟ 0-1 0 1 آن آف صفرش آن صفرش آف اما وانش آن. درست است؟ این فیزیکال لیر که است اینی رو به این شکل تبدیل میکنه، با باینری رو تبدیل میکنه و بعد زیر سال میکنه. میگه بگی از چند مرحله گذشت؟ از 7 مرحله. در اینجا یک موضوع دیگه که مثال شما باید دورم باید داشته باشین، زمانی که تبدیل شد به میدیا مثال یک دیتا را که ما ارسال کردیم
اگر ڈیٹا ہے کہ مثلا یعنی مربوط میڈیا میں شدرا از هفت لیار گذشت تا بعد ازو چی میکنه به میڈیا میده که نیم چی ڈیٹا ہے تو درست است یک موضوع دو معنی که این دو کشور که این عملیه را انجام میدهد اینی را به نام انکپسولیشن یاد میکنه به نام چی؟ به نام انکپسولیشن میتود یاد میکنه کدام میتود؟ انکپسولیشن میتود انکپسولیشن میتود انمی بین این دو کشورهایی که مثال از لیرها استفاده میکنیم انمی را به نام چی یاد میکنه؟ انکپسولیشن من یک مثال خوبتر شبارتان بتم که بیخی بسیار برتان ساده شده بین شما OSI Model Picture در اینجا OSI Model ما شما مکمل گفتیم درست است ما شما چی کردیم مکمل اینی هفت لیر ها بود اپلیکیشن چی میکرد؟ رن میکرد اپلیکیشن ها را پریزنتیشن گفتگو میکرد یا فکر میکرد که با کدام شکل باید محافظت ازی گرفته شوه سیژن گفتگو یا دیالوگ میکرد که به این شکل ما برتون دیتا یا به این شکل ما کس روان میکنیم و ترانسپورت چی میکنه ارسال میکنه که دو قانون داشته که UDP یکی TCP Transmission Control Protocol User Datagram Protocol درست از Transmission اگر رسیدم برد خبر میده اگر نرسیدم اما UDP کار نمیکنه Network IP Address Assign میکنه و Logical Address که بهم بگین و Data Link میک Address Assign میکنه Physical چی میکنه ایره با Binary Convert میکنه اینی کار چی هست OSI Model اما TCP که هست یوم Model هست خب چی هست یوم Model هست اما یک Application Layer که هست کار چند Layer میکنه 3 Layer دریجه هفت لیر است اما دریجه چهار لیر چهار لیر کار هفت لیر انجام میده هدف فهمیدین؟ چهار لیر کار چند انجام میده؟ کار هفت لیر اپلیکیشن از اپلیکیشن خوبی از انجام میده در اپلیکیشن که چهار موضوع بود از اون و در زمین پریزنتیشن لیر هم کارش انجام میده سه جنم ترانسپورت چی میکنه؟ فقط از ترانسپورت اینترنت چی میکنه فقط از نتورک اما نتورک اکسس که است کار دو لیر دیگر انجام میده که دو لیر چی است دیتا لینک و فیزیکل حالا فهمیدین پس TCP و OSI مدل TCP IP مدل و OSI مدل امروز ما شما خواندیم کسایی که سوال داره بسیار به شکل ساده میتونه سوال کنه ما ریکارد رو استاپ میکنم و اینی بود درس امروز ما سوال